شما نگاه کنید، سه تا تحلیل، سه تا روایت از اوضاع جاری هست. یکی که میگه که براندازی و گذار صورت خواهد گرفت، یکی که میگه که نظم برقرار میشه و سرکوب صورت میگیره، و یکی که میگه تغییر در توازن قوا خواهد گفت. من یکی یکی سعی میکنم توضیح براتون بدم. ببینید، تز انقلاب، گذار و براندازی که الان خیلی جدی هم توسط برخی از نیروها مطرح میشه، معتقده که نهادهای لشکری و کشوری به تدریج فرو میپاشن، از بین میرن و فرصت ایجاد میکنن که یک نیروهای تازه نفس خارج از نظام بیاد و قدرت رو به دست بگیره. رضا پهلوی، مجاهدین خلق، شورای مدیریت گذار، اینها همه از این پایگاه هستن و معتقدن که یک زور دیگه، یک تلاش دیگه، یک علی مدد دیگه که بگن ملت، اوضاع تغییر میکنه. قدرت این جریان اونطور که من ارزیابیم هست نسبت به دو سه سال پیش بیشتر شده. اولا قدرت تبلیغاتیشون بیشتر شده، قدرت تاثیرگذاریشون تا حدودی بیشتر شده، سازمان یافته تر عمل میکنن و تغییر بدون خشونت رو هم تبلیغ میکنن. اما ضعفشون در اونجاست که در عمل گرایش پیدا میکنن به تشویق اعمالی که عملا خشونت آمیز هستن. میبینیم که در 5 روز گذشته بیش از 100 نفر کشته شدن و این خطر وجود داره که برخی از گروهایی که نزدیک به اینها هستن و شبه نظامی هستن، مثل مجاهدین خلق یا حزب دموکرات و یا گروه های کموله، اینها سلاح رو در یک مرحله وارد بازی سیاسی بخوام بکنن. این نظریه براندازی به طور کلی هست. موقعیت نیروهای برانداز رو چطور می‌بینید الان؟ ببینید، نیروهای برانداز رو من به طور کلی دو دسته تقسیم می‌کنم. یکی گروه‌های نزدیک به رضا پهلوی و شورای مدیریت گذار و شبه گروه‌های کوچکتری که در این شورا هستند، و یکی هم جریان مجاهدین خلق. اینها به هر حال به لحاظ تاثیرگذاری که حداقل در فضای مجازی دارن به نظر من قابل توجه هستند و در چند سال گذشته هم رشد داشتن. یعنی شما به صحبت‌های آقای خامنه‌ای گوش کنید، میاد میگه که اینو یا خانواده خبیث پهلوی مسئولش هست این نارامی‌های گذشته، و یا منافقین به اصطلاح مجاهدین خلق. خب این یه اشاره میده که به هر حال اینها رو میخواد این مسئولیت رو به دوش اینها بگذاره. و اگر ما مقایسه بکنیم با سال 96 مثلا، که در اونجا هم به شاه سابق احترام شد در شعارهایی که میدادن، ما باز هم میبینیم که این اتفاق افتاده و برنامه اینها هم همونطور که میدونیم تز سرنگونی و فروپاشی جمهوری اسلامی هست، هم جریان رضا پهلوی، هم جریان مجاهدین خلق، و هیچ نوع دیالوگی با نیروهای داخل نظام اینها حاضر نیستن برقرار بکنن. یعنی اصلا هیچ یک از این دو گروه، من هیچ مدرکی ندیدم که اینا بخوان وارد نوعی دیالوگ سیاسی و گفتگوی سیاسی با اونها بشم. به نظر من شبکه های داخلی دارن احتمالاً به صورت پنهان، ولی عملا دنبال روی تحولات خیابانی هستن. این براشون به نظر من به لحاظ سیاسی خیلی محدودیت ایجاد میکنه. از سال 96 سازمان یافته تر عمل کردن و پشتوانه رسانیه قوی تری امسال دارن نسبت به دو سه سال پیش. ضعفشون به نظر من تناقضیه که در گفتار و رفتار وجود داره. یعنی در حرف میگن ما طرفدار تغییر مسالمت آمیز هستیم، گذار مسالمت آمیز هستیم، ولی در عمل که میرسه هر نوع ناآرامی و اعتراض شهری و خیابانی را حتی اگر خشونت در اون وجود داشته باشه تشویق میکنن. و نکته دومی که به نظر من شاید بیش از اندازه روی قدرت‌های خارجی، آمریکا، عربستان، اسرائیل حساب باز می‌کنن که در پروسه به قدرت رسیدن خودشون کمکشون کنه، و این به نظر من شاید ضعف اینها باشه. متشکرم سعید برزین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.